آقای رئیس جمهور نزدیک به 100 خبرنگار داخلی و خارجی ثبت نام کردن برای پرسیدن سوال. طبیعی است که با 90 دقیقه وقت احتمال اینکه به همه سوال برسه، این قطعاً به همه فرصت سوال پرسیدن نمیرسه. ما پیشنهاد میکنیم که دوستانی که نمیتونن اینجا سوال بپرسن مکتوب بنویسن به دفتر جناب علی بدن و در واقع شما پاسخ اختصاصی در فرصت مناسب بهشون بدید. امکانش هست؟ حالا اول تلاش کنیم بلکه برسیم به همه. باش اگر به سوالی در فرصت امروز نرسیدیم و خود سوال کننده هم اصرار داشت، چشم، ما پاسخ کتفی میدیم. خیلی ممنون. خب دوستان محترم، زبان رسمی کنفرانس فارسی و انگلیسی است. زمان کنفرانس هم عرض کردم 90 دقیقه است. خواهش میکنم که سوالات رو کوتاه بپرسید و حتی امکان هم شفافتر تا به تعداد بیشتری از دوستان فرصت پرسیدن سوال برسه. و به دلیل احترام به وقت همگی، ما بعد از سوال اول میکروفون سوال شونده رو قطع میکنیم تا سوال دوم پرسیده نشه. ایراد که نداره؟ خب خیلی ممنون. اولین کسی که ثبت نام کردن، فکر کنم ساعت 6 صبح هم تشریف آوردن، خبرنگار روزنامه تهران تایمز هستن که وقتشون رو در واقع دادن به خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی. پس به این ترتیب سوال کننده اول میشن آقای سروش صاحب فصول از روزنامه جمهوری اسلامی. خواهش می‌کنم تشریف بیارن. و نفر بعدی از روزنامه آرمان امروز خانم شفیعی آمده باشه. سلام آقای رئیس جمهور. در بدو ثبت نام حضرت عالی و بعد از اینکه به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدید، چالش‌های مختلفی رو برای شما پیش‌بینی می‌کردن کارشناسا و متخصصا. مصادیق بعضی از این چالش‌ها خصوصا در حوزه اقتصادی کاملا مشخص بود، ولی در حوزه سیاسی خصوصا سیاست داخلی نمی‌شد مصادیق مشخصی براش مطرح کرد. و بر شما به نظر می‌رسه که متأسفانه همون چالش‌هایی که نمی‌شد درشون مصادیق مشخصی رو در حوزه سیاسی پیش‌بینی کرد، الان گریبانگیر دولت شده. برخی به دنبال این هستن که برای دولت شما حاشیه‌سازی کنن. می‌خواستم ببینم که برنامه‌تون برای اینکه کمتر به دام این حاشیه‌ها خودتون و دولت هنادتون بیفتی چی؟ همونطور که دولت قبلاً شاید چند بار اعلام کرده، نقد، مخصوصاً نقد سازنده، دولت کاملاً از او استقبال میکنه. دولت خیلی دلش میخواد هر که حرف میزنه با شناسنامه حرف بزنه. این به اون دلیل هست که برخی از نهادهای ملی هستند. نهادهای ملی نمیتونن کار حزبی انجام بدن. نهادهای ملی نمیتونن اپوزیسیون دولت باشن. نهادهای ملی کارشون تلاش و خدمت به کل ملت، کشور و جامعه است. دولت، قوه مقننه، قوه قضاییه، نیروهای مسلح، شهرداری‌ها، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، صدا و سیما، اینا نهادهای عمومی هستند، اینها نهادهای ملی هستند. اما احزاب و گروه‌ها، من به وزارت ارشاد توصیه میکنم هر حزب، جناح، هر گروهی که دنبال یک رسانه است به سرعت مجوز رسانه به او داده بشه. معلوم باشه این روزنامه، این سایت متعلق به این حزب، به این گروه و داره نقد میکنه و داره حرف میزنه یا حمایت میکنه، هر کاری. نباید نهادهای ملی کار حزبی رو انجام بدن. کار رسانه حرفه‌ای با جنگ روانی متفاوت کاملا. لااقل
خود من و ماها بلدیم جنگ روانی یعنی چه و کار رسانه حرفه‌ای یعنی چه. من اولا خواهش میکنم از همه عزیزان، چه اونهایی که حامی دولتن، چه اونهایی که منتقد دولتن، یا حتی اگر کسی مخالف دولته، هیچ اشکالی نداره، با روزنامه، با سایت، با هر وسیله‌ای که دارن شناسنامه دار به نام حزبشون، به نام گروهشون نقد کنن، انتقاد کنن. و یه وقتی از پول بیت المال در مسیر دیگر استفاده نشه که این کار خلافیه. من به عنوان رئیس جمهور و مسئول اجرای قانون اساسی با ادامه وضعیتی که این یک سال رو من چیزی نگفتم اما بعدها خواهم گفت به عنوان وظیفه‌ای که قانون اساسی بر دوش من گذاشته. این مقدمه ای بود بر جواب سوال شما. البته و این که عده‌ای دولت را در بخش‌های مختلف به چالش می‌کشند، اگر واقعاً این چالش به معنای اینه که یه ابهامی می‌خواد روشن بشه، این خوبه. اگر این بحث‌ها به این معنا هست که می‌خوان نقد بکنن و یک راه بهتری رو پیش پای دولت بگذارن، اینم خوبه. اما اگه خدای ناکرده یک کسی دنبال اینه که دولت مشغول کنه، یه سنگ اندازی بکنه که حرکت ماشین دولت متوقف شه، همه پیاده شن، حالا اون سنگ رو بزنن کنار جاده، دو مرتبه بخوان ادامه بدن، این کار شایسته نیست. دولت هم خودش رو مشغول نخواهد کرد. دیگه از قدیم به ما گفتن علیکم بالمتون لا بالحواشی. خیلی ما به هر حال به حاشیه ها تکیه نمی کنیم و امیدواریم تو متنی که وظیفه ایست که قانون و قانون اساسی برای ما مشخص کرده، ما تو همون متن حرکت کنیم. متشکرم. خیلی ممنون. خبرنگار روزنامه آرمان امروز خانم مطهره شفیع. آقای رامین مستقیم از لس آنجلس تایمز هم آماده باشند. آقای رئیس‌جمهور سلام. یک سال از حماسه 24 خرداد گذشت و اینکه تو این روزها همه شاهد بودن که چطور در مقابل هجوم‌های زودهنگام افراد و جریان‌هایی که پیام مردم رو درک نکردن صبوری پیشه کردید، واقعا از شما متشکریم. اما سوال آرمان، اینکه 10 ماه از فعالیت دولت می‌گذره و شاهد هستیم که تنها 45% فرمانداران تغییر کردن، به هر حال اونها هم به عنوان مسئول اجرایی مهم تو شهرستان‌ها هستند که باید اهداف دولت رو پیش ببرن و بعضا هم مشاهده شد که با سیاست‌های دولت تدبیر و امید همخوانی نداره عمل کرده اونها. آیا عوض نشدن سایر فرمانداران تاکتیک دولت هستش یا اینکه عملکردی برای جلوگیری از فشار مجلس؟ اینو می‌خواستم بدونم با اجازه. اون چه که دولت در پی اون هست این که همه اونهایی که مسئولیت اجرایی رو در استانها و شهرستانها و بخشها به عهده دارن، خودشون رو مجری استراتژی‌های اجرایی و چارچوب‌هایی که دولت تعیین میکنه خودشون رو متعهد بدانن. خب اگر کسی هست واقعا عمل میکنه، کمک میکنه، به وظیفه قانونی خودش عمل میکنه. ببینید اگر دولت هم امروز اصرار میکنه بر مسئله اعتدال، به دلیل آرای مردم، رأی مردم هست. اگر اصرار میکنه بر عقلانیت، اصرار میکنه بر خرد جمعی، بر این مبناست که مردم بر همین مبانی به خاطر همین شعارها به این دولت رأی دادن. بله، نسبت به همه دولت‌های اول گذشته، حالا دولت دوم یکم آمارای کوچولو فرق می‌کنه، دولت‌های اول گذشته این دولت تغییراتش کمتر از همه است. قرار ما با همه استاندارها وقتی آمدن از هیئت وزیران رأی گرفتن، قرار ما با اونها این بوده که مبنا شایسته سالاری هست و اصلی که برای ما مهمه این که فردی که کار رو به عهده میگیره اون کار رو به خوبی بلد باشه، بتونه به مردم خدمت بکنه، میانه رو باشه، افراطی این طرف یا اون طرف نباشه.
حالا اینکه به چه جناحی منتسب هست خیلی از نظر این دولت اهمیت نداره، چون شما زیر سقف هیئت دولت هم میبینید که همونایی که به عنوان وزرا و معاونین دور هم ما نشستیم تقریبا از هر حزب و جناحی ما نمونه ای تو دولت داریم. البته بعضی ها همیشه معتقد بودن که یه همچون دولتی موفق نیست، دولت ترکیبی دولت ناموفقی است، دولت باید یه دست باشه. البته من هیچ وقت چون عقیده نداشتم هر جام کار میکردم همینجوری من کار میکردم، به همین دلیل معتقدم و در این ده ماهی هم که از دولت گذشته من از این نظر پشیمان نیستم اصلا که ترکیبی ما داریم از جناح‌های مختلف و افراد مختلف. در این حال من به استاندارهای محترم توصیه میکنم که اگر مواردی وجود داره از فرمانداران یا بخشداران که معتقد به راه دولت نیستن یا مجری چارچوب ها و برنامه های این دولت نیستن و یا شایستگی لازم رو خدای ناکرده ندارند، برای تعویض یا تغییر اونها اقدام بکنن. متشکرم. آقای رامین مستقیم از LA Times، خبرنگار فارس، خانم فاطمه موسوی، خواهش می‌کنم که ایشون هم آماده باشه. سلام علیکم. من اخیراً در جمعی از دوستان منتقد شما چند بار شرکت کردم، راجبش گزارش هم نوشتم. خلاصه استدلال اونها این است که نگرانیشون این است که اگر در 20 جولای یا 30 تیر ماه این مذاکره به نتیجه برسه یا 6 ماه دیگر، نتیجه‌ای برای اشتغال لشکر بیکاران تحصیل کردگانی که چند پیشه هستن نداره و شکاف طبقات مرفه و نادار بیشتر خواهد شد و نه نتیجه معاملهی خواهد بود که در ازای این مذاکرات چیزی نصیب اون لشکر بیکاران و محتاجان به رشد اقتصادی در سطح وسیع کشور نیست. و دیگر اینکه این گفتگو شایع شده است که از اصحاب کلیسای آمریکا کسی برای شما از طرف آقای اوباما پیامی آورده است. اگر این پیام به مذاکرات مربوط می شود لطفاً بفرمایید. ان شاء الله دو تا سوال که نشد. نه قاطی کردم. خیلی خوب. عرض کنم که نسبت به مسئله اولی که جناب عالی اشاره کردید، اگر ما می خواهیم برای اشتغال کاری بکنیم و اون خیلی بیکاران یا لشکر بیکاران یا جوانهای عزیزی که امروز در انتظار شغل و کار هستن که عدد اونها هم بالاست و اکثر اونها هم تحصیل کرده هستند، اتفاقا یکی از راهاش اینه که این مذاکرات به نتیجه برسه. چون اگر این مذاکرات به نتیجه برسه معناش اینه که تحریم ها برداشته میشه. وقتی تحریم ها برداشته میشه سرمایه گذاری در ایران روانتر انجام میگیره و اگر ما میخواییم مسئله بیکاری رو حل کنیم، با وام بیکاری که حل نمیشه، با رشد اقتصادی حل میشه. ما مشکل ما اینه که در سال 91 و حتی 92، البته 92 هنوز آمار به ما ندادن، در سال 91 خب رشد ما منفی بود. اول اون منفی که اعلام شد منهای 5.8 بود، بعد این تبدیل شد به منهای 6.7 یا 8. حالا این آمار اخیری که بانک مرکزی اعلام کرد، حالا نزدیک 7 به هر حال، یعنی رشد منفی ما در سال 91 یه چیزی نزدیک منهای 7. خب این رقم تکان دهنده است. در سال 92 هم ما خیلی دلمون می‌خواست که به هر حال منفی نشه. حالا 6 ماه اول که منفی، 6 ماه دوم هم علی القاعده بعید ما بتونیم مثبت. تمام تلاش ما اینه که در سال جاری
رشد ما مثبت باشه و انشالله به این هدف خواهیم رسید. خب اگر ما میخواهیم مسئله بیکاری حل بشه، اشتغال رونق پیدا بکنه، اقتصاد ما رونق پیدا کنه، راهش سرمایه است و تکنولوژیه. تکنولوژی نو باید بیاد، سرمایه گذاری، البته سرمایه از بیرون بیاد، تکنولوژی هم میاد همراه خودش. سرمایه، تکنولوژی و دولت هم باید تلاش کنه زمینه ها رو مساعد کنه، آماده کنه برای اشتغال. نمیخوام بگم اگر تحریم ادامه پیدا کنه ما اشتغال حل نخواهیم کرد. من یک حتما تو سوال دیگری این رو پاسخ خواهم داد، اگرم نبود در پایان ما این بحث رو مطرح خواهم کرد. نمیخوام بگم تنها راه پایان تحریمه، میخوام بگم تحریم حتما، پایان تحریم کمک میکنه به این بحثی که جناب عالی مطرح کردید از بعضی از دوستان که اگر تحریم برداشته بشه و سرمایه های خارجی بیاد یک عده پولدار میشوند. این از اون قصه های بیجایی است که همیشه کشور رو برده عقب. همیشه ما قصه خوردیم که بذار همه فقیر بمونن او یکی پولدار نشه. این یکی از مشکلات فرهنگی ما بوده، از مشکلات بینشی ما بوده همیشه. حالا البته یک مشکلات دیگری هم هست، حالا اگر فرصت پیش آمد من بهش اشاره میکنم. این اشتباه ماست، ما باید زمینه رو باز بذاریم، ما باید اعتماد بدیم. این همین حرف که آقا یکی پولدار میشه، اختلاف بیشتر میشه، یعنی ما امنیت کافی به سرمایه دار نمیدیم بیاد اینجا سرمایه گذاری کنه، یخشی میگیریم بعد. این حرف کاملا باطله، در جمهوری اسلامی ایران کاملا نادرسته. سرمایه گذاری آزاده، اون چه حاکم قانونه، قانونی که تو سرمایه گذاری آمده فقط اون قانون حاکمه. اگر بناس مالیاتی داده بشه اون قانون حاکمه، اگر جنسی وارد میشه بناس عوارضی گرفته بشه قانون حاکمه، جز قانون چیز دیگری رو ما در این زمینه نمیپذیریم. بنابراین این دلنگرانی به اعتقاد من خیلی مبنای درستی نخواهد داشت. اما اینکه من پیغام داده باشم توسط فردی برای پیغام دریافت کرده باشید، من دریافت کرده باشم یا داده باشم، نه از یک کشیشی ظاهرن یا کسی شبیه که به دیدار شما اومده. ما که هیچ کشیشی رو دیدار نکردیم. روحانی نبوده، یعنی مثلا کاهنی کسی کاهن رو اما ندیدیم. حالا برای اینکه خیلی مسئله واضح باشه همه بدونن، اگر بنا باشه بین من و آقای اوباما پیامی رد و بدل بشه، از این پیچیدگی اینجوری نداره اصلا. خب اون نامه می‌نویسه، منم نامه می‌نویسم، ما از مشکلی نداریم. از ابتدای ریاست جمهوری ایشون نامه نوشت، من پاسخ دادم، در موردی من نامه نوشتم او پاسخ داد، در موردی او پیام داد من پاسخ دادم، ما مشکلی نداریم اصلا. راه‌های بسیار زیادی، البته نه به عدد خلایق، ولی راه‌های فراوان و راحتی وجود داره، رسمی غیر رسمی، به اضافه اینکه الان مذاکره کننده های ما با مقامات وزارت خارجه آمریکا مداوم در حال مذاکره هستن، اگر چیزی هم باشه، پیامی هم باشه. به هر حال به وسیله کاهنی یا هر چی که مورد نظر شما بود، نه من پیامی دریافت کردم نه من پیامی فرستادم. سپاسگزارم. خبرنگار فارس، سرکار خانم فاطمه موسوی، خواهش می‌کنم که آقای احسان بداوی از روزنامه اعتماد هم تشویق آماده باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آقای رئیس جمهور، تبریک عرض میکنم اولین سالگرد پیروزی شما رو در انتخابات ریاست جمهوری 11. بخش تولید یکی از بخش هایی هست که همواره مورد توجه شما و دولت 11 بوده. با توجه به این مسئله، عدم تفکیک نیازمندان از غیر نیازمندان و در واقع امکان تکرار مشکل کسری اعتبار در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، دولت برای در واقع تاکنون چقدر از اعتبارات 10,000 میلیارد تومانی رو از بخش تولید رو پرداخت کرده؟ حالا دوره گذشته خیلی شاید به بخش تولید توجه نمی شد. بله،
خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم. عرض کنم که بله، یکی از اهداف مهم ما مسئله تولید هست و هم برای رشد اقتصادی ما نیاز به تولید داریم، هم برای اشتغال ما نیاز به تولید داریم و هم در بخش یارانه ها بخشی از درآمد یارانه ما اختصاص خواهد یافت به بخش تولید که حالا حداقل بخشی از اون 10,000 که مورد نظر شماست اختصاص پیدا کرده به بحث تولید در برق که اطلاع دارید و اعلام هم شده. این که ما امسال چه مقدار حتما پس ما بخشی از یارانه رو به تولید اختصاص میدیم، کما اینکه دادیم یه بخشی رو همین حالا، اما اینکه رقمش تا پایان سال چقدر خواهد بود، 10,000 کمتره بیشتره، شما میدونید که در این دوره برای یارانه مرحله دوم ما اولویت هایی در نظر گرفتیم که این اولویت ها البته مشترک، مجلس هم مورد نظرش، ما هم مورد نظر ماست. یک موضوع مهم موضوع سلامت هست که خب داریم موضوع سلامت رو دنبال میکنیم، خب بخش بزرگی هم در واقع از اون درآمد یارانه ما اختصاص پیدا میکنه به این بخش که مردم ما انشالله نگرانیشون در بخش سلامت روز به روز کمتر بشه. تا امروز قدم‌های مهمی برداشته شده، ما بیمه رو همگانی کردیم برای همه اونهایی که صاحب دفترچه بیمه نبودن، براشون بیمه صادر کردیم. در مراجعه به بیمارستان‌های دولتی امروز تسهیلات فراوانی در اختیار اونها هست. میدونید داروهایی که مشمول بیمه بوده توسعه دادیم و داریم توسعه هم میدیم مرتب. بیماران صعب العلاج، بیماران خاص، اینا را همه تحت پوشش قرار دادیم. در مجموع در بخش سلامت کمک زیادی کردیم، این که حالا به هر حال یه نفر وارد بیمارستان میشه، بستری میشه، خدای نکرده پولی که باید پرداخت بکنه برای بستری شدن 10% در روستاها 5%، خب این رقم رقمی است که برای مردم قابل تحمل هست و البته بار سنگین مالی بر دوش دولت گذاشته شده. دولت فکر میکنه که این کار ضروری است برای اینکه مردم بتونن در نظام سلامت آسودگی داشته باشن. البته بخشای دیگر هم ما از یارانه خرج میکنیم، مثل امنیت غذایی که حالا یه فرصتی شد من توضیح میدم، یا در بحث محیط زیست، بحث حمل و نقل عمومی، اینا بخشایی است که در یارانه. یک بخشی هم به هر حال در بخش تولید داده خواهد شد. ما البته در بخش تولید عمدتاً الان ما در شورای هماهنگی اقتصادی هم 2 جلسه گذاشتیم برای این تولید. نیازمندی اولیش الان البته نیازمندی زیاد داره، حالا این بخشش سرمایه در گردشه که بتونه حرکت بکنه و متحول بشه. سرمایه در گردش هم ما مشکلاتی در بانک ها داریم، ما الان جلساتی با بانک ها داریم که چگونه این رو حل بکنیم. اون پولی که می‌خواستیم ما به تولید بدیم، از اول هم گفته بودیم که ما تلاش ما اینه که این سرمایه در گردش و تسهیلات که در اختیار اونها گذاشته میشه، بخشی از سود تسهیلات رو دولت متقبل بشه، برای اینکه این تسهیلات با سود کمتری در اختیار تولید قرار بگیره. انشالله ما این راه رو ادامه میدیم و در حد توان درآمدی ما انشالله اجرا خواهیم کرد اون بخشی که مورد نظر جناب عالی در سوال بود و اون حمایت از تولید. خبرنگار اعتماد جناب احسان بوداقی از آقای محسن عسکری خبرنگار بی بی سی ورلد سرویس هم خواهش می‌کنم که آماده باشه. سلام آقای رئیس جمهور. یکی از وعده‌های جناب عالی اعاده حقوق شهروندی بود و هست. تو این زمینه هم به هر حال بحث نوشتن منشور حقوق شهروندی شروع شد. الان به جاست که بگید امروز دقیقاً این منشور حقوق شهروندی در چه مرحله‌ای قرار داره؟ آیا این منشور ضمانت اجرایی هم خواهد داشت؟ و آیا دولت برای اینکه این منشور راهکارهای اجرایی هم در نظر گرفته؟ و علاوه بر این پرسش برای خیلی از صاحب نظران الان مطرحه که با توجه به اینکه بخشی از نقض حقوق شهروندی
داره در جاهای خارج از دولت صورت میگیره، دولت برای پایان دادن به این وضعیت چه کار میخواد بکنه؟ و در پایان هم آقای رئیس جمهور، من میخوام به عرضتون برسونم که یکی از همکاران رسانه ما خانم سبا آذرپیک مدتی است که در بازداشت به سر میبره. ما از شما تقاضا داریم که اگر میشه وضعیت ایشون رو پیگیری کنید و خانواده ایشون رو از نگرانی در بیارید. ممنونم. بله، متشکر. عرض کنم که موضوع حقوق شهروندی یکی از قولهایی بود که من در دوران تبلیغات انتخاباتیم به مردم وعده داده بودم که من بعد از انتخاب یک منشوری رو تحت عنوان منشور حقوق شهروندی در اختیار مردم قرار خواهم داد و تلاش میکنم برای اجرای اون منشور. منشور همطور که میدونید تهیه شد، تو همون 100 روز اول، هم پایان 100 روز اول منشور تهیه شد. بعد ما در اختیار افکار عمومی و اساتید دانشگاه قرار دادیم. نظرات بسیار زیادی راجع به حقوق شهروندی آمد که بخش حقوقی بنا شد که همه اون نظرات رو بگنجانه و اصلاحات لازم رو انجام بده. این کار تا اینجا انجام گرفته و همین اخیراً هم به من دادن، گفتن با اصلاحات ما انجام دادیم. این دیگه خود من باید یک دور دیگه این متن رو با مشاورینم بخونم و نهایی بکنم برای انتشار. امیدوارم انشاءالله تا پایان یک ساله دولت که 2 ماه باقی مانده این کار انشاءالله انجام بگیره و منتشر بشه. منتها نکته مهمتر اینه که حالا چجوری این منشور اجرایی میشه. مبنای این منشور همونطوری که قبلا من گفته بودم فصل 3 قانون اساسی و حقوق ملت هست و نکاتی که مثل فرمان 10 ماده‌ای حضرت امام یا فرمان 8 ماده‌ای حضرت امام یا فرامین دیگری که در این زمینه مقام معظم رهبری داشتن، ما اینها رو هم مد نظر قرار میدیم در این منشور به هر حال و مورد توجه قرار میدیم. این منشور در واقع وقتی نهایی میشه 2 قسمت داره. یک قسمتی است که دولت میتونه اجرا بکنه، یعنی تبدیل میشه به یک دستورالعمل، به یک مصوبه هیئت وزیران، ابلاغ میکنیم به هر حال به دستگاه های اجرایی. یه بخشایی هم مربوط میشه به دستگاه های دیگر. حالا اونایی که مربوط به دستگاه‌های دیگه میشه، اگر ما میتونیم قانون رو پیدا کنیم، یعنی یه قانونی وجود داره، خب به اون قانون میشه استناد کرد و اجرا کرد. ولی اگر نیاز به قانون جدید داشته باشه، خب حتما باید لایحه‌ای بشه، تقدیم مجلس بشه و مجلس شورای اسلامی باید اون رو تصویب بکنه. چون به هر حال یکی از چیزایی که در قدرت ما نیست و نباید هم باشه وضع قانونی که در اختیار مجلس شورای اسلامی هست. و امیدواریم با نهایی شدن و اجرایی شدن این منشور کمکی بشه به شهروندان عزیز برای احقاق حقوقشون. نسبت به اون فردی هم که فرمودید، چشم، ما دنبال میکنیم در حد توانی که داریم از طریق دستگاه قضایی که اگه مشکلی داره انشاءالله مشکلش حل بشه. خواهش میکنم. آقای محسن عسکری از BBC World Service، فقط یک نکته، فرصت سوال پرسیدن از آقای رئیس جمهور فرصت مغتنمی است که خب هر کسی دوست داره که از این فرصت استفاده بکنه. خواهش می‌کنم به اشتیاق خودتون غلبه کنید، از جملات مرکب و سوالات ترکیبی هم صرف نظر کنید. خیلی ممنونم. سلام عرض می‌کنم آقای رئیس جمهور، من سوالی دارم در حوزه مسائل عراق. حضرت عالی در اظهارات روز پنجشنبه فرمودید که جمهوری اسلامی ایران خشونت رو تحمل نمی‌کنه و آمادگی لازم رو داره با خشونت و تروریسم در منطقه با جدیت مقابله بکنه. متعاقب اون در خبرها آمد که جلسه شورای عالی امنیت ملی به ریاست استالی تشکیل شده. من می‌خواستم بپرسم مشخصا جمهوری اسلامی ایران چه برنامه‌ای برای برخورد با گروه داعش و مسائلی که در شمال عراق هست داره، و اینکه آیا اگر برنامه مشترکی باشه با آمریکا در این زمینه همکاری خواهد کرد یا خیر. متشکرم. موضوع تروریسم در منطقه موضوع بسیار مهمی هست. خب میدونید این مسئله سالهاست شروع شده و آغاز شده. ابتداش هم در کشورهای همسایه شرقی ما اول شروع شد، در افغانستان، در پاکستان،
و بعد این مثل یک بیماری مصری سرایت کرد به بخش‌های دیگر. در ماه‌های اخیر موضوع تروریسم خیلی حاد بود در سوریه، همه گروه‌ها با نام‌های مختلف در اونجا بودن و می‌جنگیدن، البته هنوز هم هستن، و در عراق هم گروه‌های تروریستی هستند که خب از قبل تو عراق فعال بودن، تو استان انبار فعال بودن تو ماه‌های قبل، منتها ظاهراً نتیجه انتخابات اینا رو عصبانی کرده. و این نکته بسیار مهمه، این که تروریسم دموکراسی رو تحمل نمی‌کنه مسئله اصلی است. یعنی ببینید، اداره کشور یا با صندوق رأی میشه یا با جعبه مهمات. دموکراسی میگه صندوق رأی، تروریسم میگه جعبه مهمات. این دعوای اصلی بین این دو جعبه است. و عراقی که تازه انتخاباتش پایان پذیرفته، انتخابات فراگیر، انتخابات بسیار خوب، خوشبختانه امروز یه انتخابات دیگر هم در همسایگیمون داریم در افغانستان که در حال انجام هست، انشاءالله امیدواریم اون انتخابات هم به خوبی انجام بگیره و هر که منتخب مردم هست بتونه حکومت آینده افغانستان رو بر دوش بکشه. خب بعد از اینکه انتخابات خوب برگزار شده، بعد ما بیاییم شکست در انتخابات رو بخواییم با تروریسم جبران کنیم. این رو برای این من میگم، شما اگر میبینید یک شهری مثل موسل سقوط میکنه، این به معنای حرکت موفق یک گروهک تروریستی نیست، چیزهای دیگری پشت پرده هست، مسائل دیگری هست، هماهنگی‌های دیگری انجام گرفته. یعنی شکست خوردگان امروز متوسل شدند به سلاح و گلوله برای جبران شکست. این اشتباه بزرگ هست. هر کس در عراق مرتکب این اشتباه شده، این ارتکاب خطرناکی هست، خطای بسیار بزرگی هست. نمیشه شکست در انتخابات رو با کشتار مردم جبران کرد یا انتقام گرفت. هم انتقامش غلطه، هم جبرانش امکان پذیر نیست. ما اصولاً از حرکت تروریسم در منطقه نگرانیم، هر کجا که باشه. کشورهای مختلف گرفتار مسئله تروریسم هستن. من در سازمان ملل متحد به همین دلیل افراطی‌گری و خشونت رو به عنوان یکی از مسائل اصلی مطرح کردم که دنیا باید دست به دست هم بده در برابر افراطی‌گری و خشونت و ایستادگی بکنه در برابر اون. و مصداق اتمش هم موضوع تروریسم هست. خب در سیکام که ما در شانگهای بودیم، اونجا یکی از مسببات همین شد، همون طرح ویوی که تصویب شده بود، اونجا تأکید شد که این طرح رو همه کشورها اجرایی و عملیاتی بکنن، که خب جزو اون کشورهای سیکا همین، خیلی از این کشورهای منطقه هستن، عضو سیکا هستن، برای 26 کشور آسیایی هستن که عضو سیکا هستن، اونا هم تأکید کردن. ما راهی نداریم جز این که با تروریسم مقابله بکنیم. ما البته به عنوان جمهوری اسلامی ایران هم دوست عراقیم، هم همسایه عراقیم، و هم روابط ما با دولت عراق یک روابط بسیار نزدیک و صمیمانه ای هست. کمکی دولت عراق از ما بخواد، این کمک رو مورد رسیدگی قرار میدیم. البته تا امروز از ما درخواست کمک خاصی نشده، اما ما آمادگی کمک داریم در چارچوب قواعد بین المللی و درخواست رسمی ملت و دولت عراق. تو این چارچوب اگر از ما درخواست کمکی بشه، ما کمک میکنیم. آمریکاییام ممکنه اقداماتی بخوام بکنم، من از طرح اونها بیخبرم، مطلع نیستم. اما اون چه برای ما امروز مهمه، خواست ملت عراق، خواست دولت عراق،
و اگر کمکی از ما بر بیاد که به ملت عراق کمک کنیم ما آمادگی داریم. منتها من خودم میخوام اطمینان بدم به مردم عزیز خودمون که ملت عراق قادر هست خودش که تروریسم رو دفع بکنه. فتوایی که مرجعیت عراق صادر کرده حضرت آیت الله سیستانی و گفته برای دفاع هر که میتونه باید سلاح رو در دست بگیره و از خودش و از کشورش دفاع بکنه، به نظر من فتوای بسیار مهمی هست، نظر بسیار مهمی هست، ایشون مورد احترام همه هست. به نظر من عراق میتونه مشکل رو حل بکنه. به هر حال در این حال از ما هم اگه درخواست کمکی بکنه ما هم آمادگی داریم به ملت عراق، به دولت عراق در چارچوب قواعد بین المللی کمک کنیم. خیلی ممنون. خبرنگار آریا جناب سید فرهاد حسینی از خبرنگاران سی بی اس و روزنامه اطلاعات هم خواهش میکنم که آماده باشند. سلام عرض میکنم جناب رئیس جمهور. تبریک خودم و همکارانم در خبرگزاری آریا رو به مناسبت میلاد امام زمان به جناب عالی و ملت ولایت مدار ایران عرض میکنم. جناب رئیس جمهور، گفته میشه که هدف گروهک تروریستی داعش تحریک ایران برای درگیری مستقیم از طریق حمله به کربلا و اماکن مقدس ایران هستش. آیا این احتمال برخورد مستقیم ایران با داعش ولو با درخواست مستقیم عراق وجود داره و ایران با پشتیبانان مالی داعش مثل عربستان یا قطر صحبت‌هایی داشته که ادامه این روند رو حضرت عالی و به عنوان رئیس جمهور ایران آیا برای ایران قابل تحمل خواهد بود یا خیر؟ متشکرم. عرض کنم که اینکه گروهک‌های تروریستی از طرف کشورهای خارجی حمایت میشن این خیلی روشن هست، جای تردید نیست. متاسفانه برخی از کشورهای منطقه از لحاظ مالی به اینها کمک میکنن، برخی از کشورهای منطقه از لحاظ تسلیحاتی به اینها دارن کمک میکنن، کشورهای قدرتمند دیگری هم هستند مخصوصا غربی ها که اونها هم دارن کمک میکنن، هم از لحاظ سیاسی کمک میکنن، هم از لحاظ تبلیغاتی به یه نحوی دارن کمک میکنن، هم از لحاظ مالی و تسلیحاتی کمک میکنن. موضوع تروریسم به نفع هیچ کس نیست، یعنی حتی اون کشورهایی که امروز دارن کمک میکنن همین تروریسم در آینده بلای جان اونها خواهد شد. من شنیدم، البته حالا یک مقام رسمی از غرب نبود، یک مقام رسمی از غیر غرب بود به من میگفت، به من میگفت که اروپایی‌ها پشت پرده خیلی در تلاشن که هرچی این گروه های تروریستی هستن در همون سوریه کشته بشن، بر نگردن به کشورهای خودشون، چون دردسر بزرگی برای خودشون میشه. خب من نمیدونم این چقدر راسته. اگر راست باشه از اون دروغی ها و نفاق های بزرگ تاریخی است که یک کشوری که باید از طبعه خودش حمایت بکنه توی یه شرایطی قرار بگیره که آرزو بکنه طبعهش در یک درگیری از بین بره. حالا مقصود این که اینا دردسر برای همه خواهند بود و مشکل برای همه خواهند بود. جمهوری اسلامی ایران اگر یک گروه تروریستی به مرزهای ما نزدیک بشه حتما ما برخورد خواهیم کرد. اگه یه گروه تروریستی بخواد به مرز ما نزدیک بشه و ما احساس تهدید بکنیم نسبت به حضور اون، قطعا برخورد میکنیم با همه وسائلی که نیاز هست و لازم است. اونجا وظیفه دفاع از تمامیت ارضی خودمونه، امنیت ملی خودمونه. اما تو کشور دیگر خب کمک کردن یک مقوله است، ورود یک مقوله است. دولت عراق از ما درخواست کمک بکنه، ما ممکنه هر کمکی که ملت عراق بخواد به اونها کمک کنیم برای مبارزه با تروریسم. اما ورود نیروهای ایرانی این بحث تا کنون مطرح نبوده هیچ وقت که ما بخوایم که در هیچ کشوری هم ما این کار رو تا از اول جمهوری اسلامی ایران تا امروز ما این کار رو نکردیم که نیروهای ما
وارد عملیات شن در یک کشور دیگر. ممکنه یه وقتی به یک کسی ما نظر مشورتی بدیم در یک مبارزه با تروریسم مثلا، ولی اینکه ما وارد شیم بخوایم نیروهای ما وارد عملیات بشه تا امروز نبوده و من خیلی بعید میدونم که همچون شرایطی پیش بیاد. متشکرم. آقای رحیم بطایی از CBS، خانم سوسن کاشانی هم از اطلاعات آمده باشه. عرض سلام و تبریک دارم آقای رئیس جمهور جهت سالگرد انتخابتون. میخواستم سوال کنم که با توجه به اینکه زمان توافق نهایی نزدیکه، در صورت طولانی تر شدن مذاکرات و به نتیجه نرسیدن، آیا کماکان موضع حضرت عالی و جمهوری اسلامی همون اعتدال و نرمشی است که تا به حال در پیش گرفتید، یا اینکه با توجه به اینکه انتخابات کنگره رو در پیش داریم در آمریکا و به تبع بعد از اون انتخابات ریاست جمهوری رو در پیش داریم، با عوض شدن هیئت حاکمه آمریکا و قدرت گرفتن جمهوری‌خواها و در صورت اینکه اونها موضع سخت‌تری رو داشته باشن، شما تغییر موضع خواهید داد یا کماکان به همون موضع اعتدال و نرمش ادامه خواهید داد؟ تشکر. در مذاکرات با 5 به اضافه 1 ما از آغاز این دولت نشون دادیم که این دولت به جد آمادگی داره برای مذاکره و معتقده که این مسئله تنها از طریق مذاکره حل و فصل میشه. ولذا 100 روز بعد از تشکیل دولت شما دیدید که بحث آغاز شد، مذاکره جدی شروع شد با 5 به اضافه 1 و علی رغم بسیاری از پیشبینی ها در یک زمان نسبتاً کوتاهی به توافق اولیه موقت دو طرف دست یافتند، که البته این توافق بسیار حائز اهمیت بود. بعضیا پیشبینی نمی کردن، تندروهام بسیار عصبانی شدند. شما دیدید که صهیونیست‌ها چقدر عصبانی شدن و چقدر داد و فریاد کردن تو این مسئله، چون توافق هسته‌ای به نفع جهانه، به نفع منطقه است. حالا یه عده تندرو ممکنه، یه اقلیت تندرویی تو داخل آمریکا باشن، یه رژیم تندرویی تو این منطقه ما باشه، حالا در داخل ایران هم ممکنه یک تعداد کمی ما تون رو داشته باشیم، اونا هم خیلی خوشحال نباشن مثلا. ولی خب اینا مهم نیست. به هر حال اون که مهمه این که جمهوری اسلامی ایران به دنیا نشون داده که به جد دنبال مذاکره است. من فکر میکنم در دنیا کسی اینه تردید نداره امروز. اگه قبلش اینه تردید میکردن که جمهوری اسلامی ایران آیا واقعا اهل مذاکره است، اهل مذاکره نیست، تو مذاکره جدی هست جدی نیست، من فکر میکنم امروز برای همه روشنه که جمهوری اسلامی ایران هم اهل مذاکره هست و هم در مذاکره جدی هست. این نکته اول. نکته دوم، اگر مذاکرات هم در پایان تیر ماه یا همون 20 جولای که جناب عالی اشاره کردید به توافق نهایی ما دست پیدا نکنیم، این روشن باشه هیچ وقت شرایط به شرایط قبل بر نخواهد گشت. آمریکا و 5 به اضافه 1 و همه شون هم اگه جمع بشن، محاله دیگه شرایط قبل تکرار نمیشه. اون نظام تحریم شکسته شده و روز به روز اونا دارن میبینن ما داریم چه کار میکنیم. تمام روابط خارجی ما که فقط مذاکرات هسته‌ای نیست، ما یه روابط خارجی بسیار مفصل اقتصادی با دنیا داریم. شما دارید میبینید گروه های مختلف اقتصادی که دارن میان، مذاکرات اقتصادی که داره انجام میگیره، قراردادهایی که داره بسته میشه. اصلا وضع به شرایط سابق بر نخواهد گشت در هیچ شرایطی. این برای همه روشن باشه، برای دنیا هم روشن باشه، حتی آمریکایی‌ها هم به خوبی میدونن وضع بر نمیگرده. نکته بعد این که
در این مذاکرات اگر روزی شکستی باشه، قضاوت افکار عمومی دنیا این خواهد بود که تندروهای آمریکا و صهیونیست‌ها مانع شدن. اینم از حالام روشن تو افکار عمومی. جمهوری اسلامی ایران دنبال حل مسئله هست و در راه حل مسئله قدم خواهد گذاشت. بنابراین اتهامات گذشته علیه جمهوری اسلامی ایران، اون اتهامات قابل تکرار دیگه نیست. نکته بعدی که من میخوام اشاره بکنم، این دولت ضمن اینکه در مذاکرات بسیار جدی هست، اما برای هر شرایطی پیشبینی لازم رو کرده. ما جلسات فراوان، اینکه ما میگیم تورم رو امسال تا پایان سال به 25% میرسانیم، که البته الان کارشناسان اقتصادی همه به من میگن خیلی کمتر از این میشه، ولی حالا قولی که از پارسال ما دادیم 25% ما میرسونیم. اینکه امسال سال رونق خواهد بود، با تمام کارشناس ها، حالا اینجا برای اولین بار من دارم میگم، با تمام کارشناس ها و مسئولین اقتصادی نشستیم بحث کردیم که با وجود شرایط تحریم اینا باید انجام بگیره. بنابراین ما راه رو باز کردیم، بشود یا نشود. این قول هایی که ما به مردم دادیم، اقتصاد ما امسال رونقش از همین حالا شروع شده. اشتغالی که به هر حال بیکاری 12.5 بوده شده 10.5، به هر حال تو همین شرایط انجام گرفته. هنوز که مذاکره نهایی به نتیجه نرسیده. به هر حال شما در بحث تورم میبینید، ما تورم نقطه به نقطه ما 42-43 بود، امروز تورم نقطه به نقطه ما 16 است، یعنی 26-27 واحد درصد آمده پایین در عرض 10 ماه. من فکر نمی کنم در تاریخ کشور ما سابقه داشته باشه. هیچ دولتی نتونسته در یک زمان 10 ماهه 27 واحد درصد تورم بکشه پایین و رشد تورم رو اینجوری مهار بکنه. بنابراین ما راه پیش روی ما باز هست. اما در این حال هم ما جدی هستیم در مذاکره، هم معتقدیم که تا پایان تیر ما قابل حل و فصل هست. البته هنوز ما در مذاکرات اختلاف داریم، برخی از مواردم اختلافات ما اساسیه. اما در ریز مسائل البته ما اختلاف داریم. در دو مسئله ما اختلاف نداریم، اونا هم قبول دارم. ما یک، ایران غنی‌سازی را ادامه خواهد داد. اصلا محل اختلاف نیست بین ما و اونا. اونا میگن ایران ادامه خواهد داد، ما میگیم ادامه. هیچ بحثی وجود نداره. یه وقتی کسی تو مخیلش نیاد که غنی‌سازی در ایران متوقف میشه، این تمام شد. حالا یه زمانی بعضی شعار میدادن که ایران حق غنی‌سازی نداره، این تمام شد. این همه قبول دارن. این یک. دو، اگر توافقی انجام شود حتما تحریم ها باید برداشته بشه. اینم اتفاق نظره. یعنی یکی از بندهای توافق نهایی ما برداشته شدن کل تحریمه، کما اینکه تو همین 6 ماه هم تو برخی از بخش ها تحریم برداشته شد، مثل فلزات گرانبها، مثل پتروشیمی، مثل ماشین، مثل برخی از موارد بانکی. خب برخی از تحریم ها به هر حال برداشته شد. خب این یه مقدار این سوال پاسخش طولانی شد. به این دلیل من طولانی کردم که فکر کردم دیگران هم ممکنه یه همچون سوالی رو داشته باشن. گفتم من اینجا حداکثر استفاده رو بکنم و این رو من توضیح بدم. بهترین راه حل توافقه. اگر توافق نشه ما مشکل چندان نخواهیم داشت. حل مسئله نهایی در همین زمان، یعنی در همین 5 هفته باقی مانده، بهترین فرصت. غرب باید از این فرصت به خوبی استفاده بکنه. استراتژی ایران اینه که دنیا باید بدانه ایران مصمم هست به تعامل سازنده با جهان. این مهمتر از بحث هستی. هسته بحث هستی یه گوشه کوچیکیه از این مسئله مهم. دنیا باید به خوبی بدانه
اون تعامل سازنده با جهانی که جزء شعارهای من در انتخابات بوده بر روی آن ایستاده ایم با همه توان. ما با دنیا تعامل سازنده خواهیم داشت. ما الان روابط ما با روسیه، با چین، با همین کشورهایی که به ایران سفر کردند یا من سفر کردم، با همین همسایگانمون، بیشتر همسایگانمون به رؤساشون به ایران سفر کردند تو همین مدت یک سالی که از انتخابات گذشته. ما 15 تا همسایه داریم، حدود 10 همسایه به ایران سفر کردند. ما حرکت ما بر این مبناست. با تمام این کشورها شما میبینید ما با ترکیه تصمیم گرفتیم روابط 15 میلیارد به 30 میلیارد برسانیم. ربطی اصلا به مذاکرات هسته‌ای نداره. ما اقداماتی با دنیا در حال انجامیم و اون رو انجام خواهیم داد، با اونا خواهند دید. ما امسال 4 فاز پارس جنوبی رو به ثمر میرسانیم، ربطی به مذاکرات هسته‌ای نداره. ما در منابع مشترک نفتی کار رو به شدت شروع خواهیم کرد. ما نفت رو، ظرفیت نفت و تولید نفت رو بالا میبریم. ما فروش نفت افزایش خواهیم داد، کما اینکه دادیم، امسال هم بیشتر میدیم. ربطی نداره به بحث تحریم. یعنی اون حرفی که من گفتم ترک روی دیوارهای تحریم، او همه قبول دارن. هیچ که نیست امروز این رو قبول نداشته باشه که اون دوران دیگر بازگشتی برای اون نخواهد بود. اما در این حال اختلافاتی که ما امروز با 5 به اضافه 1 داریم، به اعتقاد من با حسن نیت اونها، با اراده جدی اونها اگر باشه، به اعتقاد من تو 5 هفته قابل حل و فصل هست و ما میتونیم به توافق نهایی در این مسئله برسیم. این توافق اولین قدم خوب در زمینه تعامل سازنده با دنیا خواهد بود. ما نمیخواییم متوقف بشیم تو هسته ای. ما راجب مسائل منطقه، ما راجب مسائل بین المللی، ما راجب مسائل اقتصادی، ما راجب سرمایه گذاری در ایران، شما دیدید در داووس چه استقبال بزرگی از طرف سرمایه‌گذاران خارجی شد برای اینکه به ایران بیان و سرمایه‌گذاری بکنن. ایران یک نقطه بکری هست برای سرمایه‌گذاری. واقعیت‌های غیرقابل انکار وجود داره. بزرگترین منابع گاز دنیا از آن ایرانه. ما اولین کشور دنیا هستیم از لحاظ ذخایر گازی. جایگاه استراتژیکی که ایران داره، شما میبینید ما الان راهن ما داره به خطوط مختلف دنیا وصل میشه و همین سفر اخیر در ترکیه ما با طرف ترک بحث کردیم و تصمیم گیری کردیم که یک راهن جدید، حالا غیر از اون راهنی که هست به سمت وان میره، یک راهنی از مرز بازرگان به ترکیه متصل بشه که در واقع بدون هیچ جابجایی دیگه ما از مدیترانه و از دریای سیاه تا خلیج فارس و تا دریای عمان میتونیم این خط ریلی رو داشته باشیم. بنابراین کسی فکر نکنه که آخه بعضیا فکر میکنن ما نشستیم نگاه میکنیم به این مذاکرات هسته‌ای که به کجا برسه. این مذاکرات هسته‌ای یک جزء کوچکی هست از برنامه بزرگ این دولت. کارهای خودمون رو ما داریم انجام میدیم و ادامه خواهیم داد. البته این هم هست، این هم ما جدی هستیم در این مسئله و اگر بتونیم در 5 هفته آینده حل و فصل نهایی بکنیم به نفع همه خواهد بود. اگر هم یه وقتی حل و فصل نشد، خب یه ماه دیگه به هر حال ادامه میدیم، 10 روز دیگه ادامه میدیم، مهم نیست. میتونیم به نتیجه برسیم. حسن نیت اگر در طرف مقابل و اراده باشه، در طرف ما هم حسن نیت هست و هم اراده برای حل و فصل. بله، متشکرم. خیلی ممنون. 4 نفر از تو فهرستمون، آیدشون پرید اونطوری.